استانداردها معیارهای یادگیری مشخصی هستند که به طور گسترده پذیرفته شدن و تعیین میکنن که دانش آموزان در هر مرحله از تحصیلشون چی باید بکنن و قادر به انجام چه کارهایی باشن. برنامه درسی زمین محور یا تماتیک برنامه‌ای هستش که متمرکز بر موضوع درسی خاصی هست و برنامه آموزشی و درسی که بر اساس استاندارد و با استفاده از یک تم خاص باشه برای آموزگاران امکان خلاقیت بیشتری رو به وجود میاره. در این ویدیو نمونه‌هایی از این دو مطلب و اینکه چطور میشه اونا رو تو کلاس اجرا کرد رو مشاهده میکنید. تم خاص به آموزگار اجازه میده که موضوعی درسی دیگه مثل ریاضی، تاریخ، مواد غذایی، تفاوت‌های فرهنگی رو در درس‌های خودشون بگنجونن. در این روش به تمام مهارت‌های زبانی از جمله گفتاری، نوشتاری، شنوایی، خواندن و دیدن متناسب به سن و سطح آگاهی زبانی دانش آموزان توجه میشه. آموزگار با در نظر داشتن تم و عنوان درس که همون سفر به ایران برای شرکت در جشنواره نوروزی هست، سعی میکنه این درس رو تا اونجایی که میتونه به زندگی واقعی و روزمره دانش آموزان نزدیک کنه. و برای این منظور توجه کنین چطور درس رو با یک گزارش خبری کوتاه از نوروز شروع میکنه و به این ترتیب به دانش آموزان درس جدید رو معرفی میکنه و از اونها میخواد که بعد از دیدن گزارش برای بار دوم جدولی رو پر بکنن و در گروه های دو نفره دربارش حرف بزنن. چیدن سفره های نوروزی یکی از آیین های مهم این جشن است. در بسیاری از نقاط ایران، جمهوری آذربایجان و برخی از نقاط افغانستان، سفره هفت سین پهن می شود. در این سفره هفت چیز قرار می گیرد که با حرف سین آغاز شده باشد. سیر، سنجد، سماق، سمنو، سیب، سبزه و سکه از آن جمله است. سپند و سرکه هم می تواند جایگزین بعضی از سین ها شود. سفره هفت سین در ایران آداب و رسوم خاصی دارد. روی سفره آینه می گذارند به نشانه روشنایی. شام به نشانه نور و درخشش و یک کاسه آب به نشانه پاکی که معمولاً سکه ها را درون آن می‌ریزند. برای تزیین سفره از تخم مرغ‌های رنگ شده و تنگ ماهی استفاده می‌کنند. همچنین بعد از ورود اسلام به ایران، قرآن به جای کتاب مقدس بر روی سفره قرار می‌گیرد. هر یک از سین‌ها معنی خاصی را تداعی می‌کنند. سیب نماد زیبایی و تندرستی، سنجد به روایتی نماد عشق و محبت، سبزه نشان سرسبزی و تراوت، سمنو برکت، سکه رزق و روزی و سیر، سمبل شفا و سلامتی است. در کابل و شهرهای شمالی افغانستان، سفره هفت میوه متداول است. کشمش سبز و سرخ، چارمغز، بادام، پسته، زردالو و سنجد. مرسی. و شما؟ من برنامه 13 بدم. آها خب چیکار؟ اینکه پیکنیک می‌کنی؟ پیکنیک و هم غذا می‌خوری و پیکنیک. برنامه درسی که بر اساس یک تم مشخص سازمان یافته باشه به دانش آموزان امکان ارتباط بین موضوع‌های انتخاب شده رو میده. با استفاده از تم سفر به ایران و شرکت در جشنواره نوروز، دانش آموزا قادر خواهند بود که تمام زوایای جشن نوروز رو کشف کنند و در قالب اون زبان، سنت و فرهنگ رو هم یاد بگیرند.